منم خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. من نقل از فیسبوک وزارت امور داخله، بر علاوه بازداشت 12 تن در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر از منطقه بنایی شهر کابل، مقدار هنگفت مواد مخدر و پول نقد به دست پلیس آمد. شنبه 4 اسد، منصوبان پلیس مبارزه با مواد مخدر یک سلسله عملیات هدفمند را با سایر نیروهای پلیس ملی در منطقه بنایی مربوط حوزه نهم امنیتی شهر کابل انجام دادند که در نتیجه 12 تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کردند. نیروهای پلیس از نزد این افراد 1800 لیتر مشروبات الکلی، 7508 عدد تابلت های نشاور، بیش از 1 کیلوگرم چرس را کشف و به دست آوردند. در این عملیات بر علاوه کشف مواد مخدر مبلغ 833150 افغانی، 7223000 دلار و 2,46,500 کلدار نیز به دست آمده است. گفتنی است که در این عملیات چندین دوکان که در فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی نقش داشتند مسدود گردیدند. همکاری مردم در تطبیق بهتر میثاق امنیتی می تواند ضامن امن و نظم عام گردد. همچنان در یک خبر دیگر، رئیس جمهور در انحصار یک حلقه خاص، روزنامه 8 صبح. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در دوران ریاست جمهوریش در حکومت وحدت ملی نام امیر امان الله خان را در موارد مختلف به کار برد. او باری گفت که فصل ناتمام امان الله خان را تکمیل خواهد کرد. او حتی پشت میز می نشیند که روزگار امیر امان الله خان از آن استفاده می کرد. با این حال شاید وجه مشترکی که میان غنی و امان الله خان بتواند یافت گیر کردن هر دو در جنبره درباریان است که آنها را از دانستن واقعیت‌های عینی روزگار به دور نگه می‌داشتند و می‌دارند. امان الله خان پس از شروع اصلاحات رابطه‌اش با مردم به تدریج کم شده رفت و اطرافش را درباریان گرفتند که نه دانش جامعه شناسی درست داشتند و نه هم وفادار به شاه و ریفورم‌هایش بودند. دو دستگی در دربار شاه جوان نیز به باور غلام محمد غبار در حدی بود که یکی فعالیت های دیگری را خونسا میکرد. چون این بود که در عدم شناخت از نیازها و مشکلات توده های مردم که تنها عامی امان الله خان بودند، این قشر نیز از کنار امان الله خان دور شدند و شاه ماند و اصلاحاتی که چیزی را نتوانست عوض کند. رئیس جمهور غنی در حال حاضر نیز با چنین سرنوشتی روبرو است. آقای غنی به شدت علاقمند تغییر و تحول در عرصه اقتصادی است. به همین دلیل پشت سر هم در حال بیرون دادن طرح‌ها و برنامه‌های اصلاحی و اقتصادی می باشد، بدون آنکه بررسی دقیق از میان آمادگی بستر اجتماعی و فرهنگی موجود باشد. طرح دسترخوان ملی در واقعیت الگوی از طرح‌هایی است که در چند کشور جهان از جمله کانادا، امریکا و ژاپن تطبیق شده است. در این کشورها به صورت ماهانه مقدار پول به حساب شهروندان ریخته می شود تا در فضای رکود اقتصادی ناشی از کرونا شهروندان این کشورها دچار مشکل معیشتی نشوند. حکومت افغانستان نیز برای مدت به 90% مردم افغانستان با کمک بانک جهانی خواست تا چنین قدمی را بردارد، اما این قدم هیچ گونه تحقیق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نشد. چند نهاد دولتی هم مسئول عملی ساختن این طرح شدند. حتی این طرح با قوای مقننه که طبق حکم قانون اساسی تصویب کننده هر گونه طرح با مبنای مالی است در میان گذاشتن نشد که واکنش مجلس نمایندگان شاهد این مدعا است. واقعیت این است که رئیس جمهور به شدت از هر گونه بازخوردی در مورد طرح‌هایش بی‌خبر است. او نمی‌داند که طرح‌هایش تا چه حد قابل تطبیق است یا هم به چه میزان واکنش مثبت مردم را با خود دارد، زیرا هر گونه انعکاس به این طرح‌ها به گوشش نمی‌رسد. در کنار آن بخش از وقت رئیس جمهور به شنیدن طرح‌های صرف می‌شود که اطرافیانش برای تضعیف همدیگر می‌ریزند. در این روزها شبکه‌های اجتماعی پر از حکم‌هایی است
که رئیس جمهور برای نزدیکانش صادر کرده است. این حکم در کنار صلاحیت‌های مشخص برای این مقام‌ها صلاحیت‌های حاشیه‌ای نیز ایجاد می‌کند. این صلاحیت‌ها حاشیه‌ای مسلماً از صلاحیت‌های یک مقام دیگر می‌کاهد. افرادی که در حال حاضر به رئیس جمهور نزدیکند تمامی سعیشان را صورت می‌دهند تا نگذارند هیچ گونه مجرای دیگر برای رسیدن به رئیس جمهور وجود داشته باشد. آنان اطلاعات را به نفع خود طبقه بندی می‌کنند و به صورت ناقص یا حتی وارونه به وی گزارش می‌دهند. رئیس جمهور در فقدان معلومات درست نمی‌تواند تصمیم درست اتخاذ کند. در نتیجه نارضایتی عمومی روز به روز نسبت به عملکرد حکومت در میان اقشار مختلف افزایش می‌یابد. حتی در میان حلقه نزدیکان و وفادار به رئیس جمهور نیز این وضعیت به شدت وجود دارد. مقام‌هایی که در اطراف رئیس جمهور قرار دارند نسبت به همدیگر بدگمان و بی‌اعتمادند. همین بدگمانی و بی‌اعتمادی توهم توطئه را در میان آنان گسترش می‌دهد. به همین دلیل یکی در پی حذف دیگری اند. یک نگاه اجمالی به اطرافیان رئیس جمهور نشان می‌دهد که در چند سال گذشته تعداد زیاد از نزدیکان رئیس جمهور از چشم او افتاده و جایشان را اشخاص دیگر گرفتند. این چرخه باطل همچنان ادامه دارد و کسانی که به رئیس جمهور نزدیک می‌شوند برای حفظ جایگاه خود اجازه نمی‌دهند کسی دیگری به او نزدیک شود و حداقل معلومات واقعی را برای وی انتقال دهد. الگو بردار و تکمیل کننده فصل ناتمام امان الله خان باید بداند که از عمده‌ترین دلایل سقوط حکومت امان الله خان حلقه خاصی بود که او را از آگاه شدن در مورد هر واقعیت بدور نگه داشته بود. انتقاد از ادامه اختلافات رهبران حکومت بر سر تقسیم قدرت. پس از در حدود 10 ماه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شمار از سیاستگران و حقوقدانان میگویند که تاکنون رهبران حکومت موفق نشدند که بر سر تقسیم قدرت توافق کنند. انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال گذشته برگزار شد و پس از 5 ماه کشمکش سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه این انتخابات را اعلام کرد. اما اختلاف ها همچنان پابرجا بودند. اما با امضای توافق سیاسی میان غنی و عبدالله در 28 ماه صبر انتظار می رفت این اختلاف ها پایان یافته باشد، اما ظاهرا به نظر می رسد که اختلاف ها کماکان وجود دارد. عدم معرفی اعضای کابینه می تواند دال بر موجودیت این اختلاف ها باشد، اختلاف هایی که حقوقدانان از ادامه آن هشدار می دهند. روح الله سخی‌زاده یکی از این حقوقدانان باور دارد که ادامه این اختلاف ها می تواند دستاوردهای دو دهه کشور را صدمه بزند. اگر در چنین یک شرایط اعضای کابینه معرفی نشوند و یک حالت سردرگمی وجود داشته باشد، می تواند که یک ضربه بزرگ بر پیکر دستاورد دو دهه وارد بکند. شمار از شهروندان کشور می گویند که ادامه اختلاف ها و نیز گسترش ویروس و کرونا میزان فقر در کشور را افزایش داده است. فقری که چند روز پیش رئیس جمهور گفت به 90% افزایش یافته است. احمد وزیر که در کنار یکی از جاده های پایتخت سبزی فروشی میکند، از رهبران حکومت میخواهد که اختلاف هایشان را پایان دهند و برای مردم کار بکنند. هیچ قاضی اینها را جور آوردن نمیتواند تا که خودشان در بین خود جور نیایند و دلسوزی بالای مردم نداشته باشند. بالای یتیم ها کسی رحم نمی کند. موسا باشنده کابل نیز بیان داشت اینها یعنی رهبران حکومت در عیش نوش خود هستند، در قصه مردم نیستند که مردم خوار و غریب و بیچاره چه می شود. پیش از این منابع در شورای عالی مصالحه گفتند که علت اختلاف ها میان غنی و عبدالله مشخص نشدن سهم ریاست شورای عالی مصالحه ملی از سوی ارگ در معرفی والی ها، موین ها، اعضای انتصابی مجلس سنا و نهادهای مستقل حکومت هستند. بر بنیاد گزارش ها دلیل دیگر اختلاف ها رد نام های شمار از نامزد وزیران است که از سوی عبدالله بر رئیس جمهور فرستاده شدند.
دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعد این چینل می باشیم. لطفا نظرت نیک، مثبت و خوبتان را برای ما در کامنت بنویسید. بدرود.